به دنبال نگرانی ها از موجودیت فساد و نیز پیچیدگی سیستم گمرکی در کشور، این یک مسئولان گمرک وزارت مالیه میگویند آنان با اقدامات اصلاحی که روی دست گرفتند نه تنها از آوان سال مالی 1394 تا به حال سطح عواید را در کشور بالا بردند، بل توانستند بسیاری از چالش ها فراراه عملکردشان در این اداره را از میان بردارند. هدف داده دیری که برای وزارت مالیه داشته بود ما توانستیم او را به دست بیاریم و قراره که سال مالی جدید، این ماه دوم سال مالی جدید است، الحمدلله ما مطابق اون پلان داده شده اواید روان هستیم، بالا هستیم و پایین نیستیم. همزمان با این اما نگرانی ها از مداخلات شوراهای ولایتی و برخی والیان در بنادر گمرکی باعث نگرانی بازرگانان گردیده است، موضوعی که شمار از آگاهان با آن چنین دیدگاهی دارند. یک امر این کار ناپذیر است، این مشکلات بدبختانه است. ما به خاطری که در ادارات ولایتی ما مسئولیت اداری خود داریم، ما در ادارات خود خارج از اداری خود اقدامات کرده با ما مشکل است، اما تشویش ها و مشکلات خود با ادارات زیره وقتاً فوقتاً با رهبری وزارت مالیه شریک ساختیم. یاد از خود قوانین داره، از خود طرز عمل ها داره، باید تمامی مالیات مطابق قوانین و مطابق طرز العمل ها جمع آوری شود، نه است که مستقیم توسط والی و رئیس شورای ولایتی. این هیچ وقت با قانون سازگاری نداره و قطعا چیزی که با قانون سازگاری نداشته باشه بر روند جمع آوری مالیات لطمه وارد شود. این در حالی است که مسئولان اتاقای تجارت و صنایع افغانستان میگن در 13 سال گذشته تعهدات بیشمار در راستای آوردن اصلاحات بنیادی در گمرکات کشور صورت گرفته است، اما کمتر شاهد عمل شدن تعهدات داده شده با آن بودند.